بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خدمة خواهران وبرادران عزيز سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمد میگویم به برنامه این ساعت مؤسسه فرهنگی اهل بیت مونیخ. Liebe Geschwister, ich heiße Sie herzlich willkommen zu dies zum Online-Programm des Ahl al-Bayt Kulturverein München e.V. ما به استقبال حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابوالفضل مدرسی یزدی خواهیم رفت و با ایشان از سخنرانی ایشان استفاده خواهیم کرد. Liebe Geschwister, wir werden jetzt den Vortrag gleich hören von verehrte Hujjat al-Islam wal Muslimin Sayyid Abulfazl Mudarrisi Yazdi. So, wir werden aber vorher vielleicht noch einen دعا اونس انهورن. خب قبلش ما یه دعایم انشاءالله بشنویم. بسم الله چشم کلم هم بسن این نمیشه عمودی باشه عمودی تو نمیشه شب جا شده اون رو برگردن از بغل گذاشته یا محمد و یا علی یا غنی یا محمد اکفیانی فنکما کافیا
وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان أدركني 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 الصغر الصغر يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل خب خواهران و برادران، این بود دعای فرج، دعای عظم البلا، لیبه گشویسر دست وارد دی افنونس دعا فی امام زمان از بسیارت از البها عظم البلا کنن. خب مهمان بزرگوار ما جناب آقای سید ابوالفضل مدرسی هم وصل شدند با منظره زیبا پشت خودشون. Liebe Geschwister, der Herr Hojjatul Islam al-Muslimin mit einer wunderschönen Natur im Hintergrund, der Hojjatul Islam Sayyid Abul Fazl Mudarrisi ist auch jetzt dazugestoßen. خب من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سید بزرگوار. علیکم من الله السلام. طاعات و عبادات و بندگیتون به درگاه حضرت حق مورد قبول واقع بشه ان شاء الله. در خدمتتون هستم. Also er wünscht uns allen, dass unsere ganze Anstrengung und Bitte inshallah anerkannt werden möge. برای یه سری از افرادی که جدید به ما متصل شدن، شاید در قسمت اول برنامه نبودند، این پیام رو به دوستان بگم. ما امشب در ساعت 22:15 مراسم احیاء شب قدر رو خواهیم داشت به صورت آنلاین، به صورت منقبت خانی، قرآن به سر و دعای جوشن کبیر، که قسمت اول برنامه مستقیم از حرم علی ابن موسر رضا علیه السلام انشاءالله خواهد بود، اگر اینترنت کار بکنه و این مشکلات اینجوری نداشته باشیم. Liebe Geschwister, ich möchte noch hinzufügen für die Leute, die vielleicht im ersten Teil des Programms nicht waren und nicht mitgekriegt haben. Unser Programm wird hier zum Laylatul Qadr heute Abend um 22:15 beginnen mit Trauerlied, Beschwörung mit Koran und außerdem Jawshan Kabir, wobei wir den ersten Teil des Programms direkt, wenn alles klappt mit Internet, aus dem Schrein von Ali ibn Musa Rza a.s. inshallah den Programm für Sie offerieren werden. خب بیش از این دیگه کارگردانی بس است، genug der Regieanweisung, بفرمایید خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم صلوات الله وصلوات المسلمين سلام و درود بی پایان خدای متعال و مهربان بر شما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم. شب شهادت جانگداز مولای متقیان امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. این مصیبت رو به همه عزیزان تسلیت عرض می نمایم. Ich grüße alle verehrte Zuschauer und heiße sie ebenfalls willkommen. Und diese Nacht ist die Nacht
des Dahinscheidens der Fürst, der Frommen und Gottesfürchtigen. Und diese große Tragödie möchte ich an dieser Stelle euch allen mein Beileid und Kondolenz zum Ausdruck bringen. بفرمایید خواهش میکنم در اهمیت امشب فقط اکتفا میکنم به همین روایت از وجود نازنین امام صادق علیه السلام که اون بزرگوار فرمودن مقدرات در شب 19 ماه مبارک رمضان تعیین میشود و در شب 21 تأیید میشود و در شب 23 امضا می گردد ان شاء الله مقدرات ما خیر دنیا و آخرت و عافیت دنیا و آخرت باشد ان شاء الله Zu der Bedeutung dieser Nacht möchte ich nur eine einzige Überlieferung von unserem verehrten Imam Jafar Sadir hervorbringen. Er sagt, der Zukunft des Schicksals sozusagen wird bestimmt in der Nacht zu 19. In der 21. Nacht zu 21. wird das Schicksal, also die Bestimmung, Vorbestimmung, nicht Schicksal, Vorbestimmungen, wird dann sozusagen bestätigt. Und in der Nacht zu 23. wird das endgültig unterschrieben. Und ich hoffe und wünsche Ihnen alle spirituelle und körperliche Gesundheit für diesseits und jenseits. Befarmait. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم قال الله تبارك وتعالى أهل طاعتي في ضيافتي وأهل شكري في زيادتي وأهل ذكري في نعمتي وأهل معصيتي لا أئيسهم من رحمتي خدای متعال می فرماید اهل طاعت من در مهمانی من قرار دارند و اهل شکر در زیادی و اهل ذکر در نعمت من و اهل گناه و معصیت رو من مایوس از رحمتم نمی کنم. توضیح اینها انشاءالله تقدیم محضر می کنم. In dem Koran, nicht im Vers, heißt es, die Leute, die mir gehorchen, die lade ich ein. Die Leute, die mir danken, denen werde ich viel geben. Die Leute, die mich gedenken, sie werden erfüllt sein in Gaben. Und die Leute, die in Sünden verweilen, die sind nicht bei mir hoffnungslos. Ich werde jetzt dieses näher erläutern. Befarmait. برای روشن شدن مطلب و بحثمون یک مقدمه تقدیم محضر کنم و اون این که کلمات و جمله‌های سخنانی از خدای متعال به ما بنده ها رسیده است که بعضی از اونها در چارچوبی به نام قرآن هست که ما اصطلاحاً هم میگوییم کلام الله مجید که ابتدا دارد انتها دارد راجع به نزول قرآن در جلسه گذشته صحبت کردیم اما بعضی از فرمایشات خدای متعال هست که در چارچوبی به نام قرآن کریم نیست که ما به اینها میگیم احادیث قدسیه یا کلمات قدسیه فرمایشات خدای متعال هست با پیامبرانش مثلا با جناب موسی کلیم با پیامبر اعظم اسلام و یا حضرات معصومین علیهم صلوات الله کلامی رو از خدای متعال به ما رسیده است بیان بر ما فرمودن که یکی از
فرمایشات خدای متعال همین مطالب مورد بحث ما هست که اصطلاحاً از کلمات قدسیه هست و اگرچه مضمون اون در قرآن کریم یافت می شود، اما به این سیستم، به این گونه عبارت و انشاء و املا در قرآن کریم نیست. Etwas vorab zu klären, es gibt Worte und Sätze von Gott für uns Menschen. Ein Teil davon ist in dem Buch gefasst, die als die Worte Gottes bezeichnen, und der Koran. Das hat einen Anfang, das hat ein Ende, und die Versen und Suren sind unter bestimmte Bedingungen gekommen. Darüber haben wir vorangehend bereits schon gesprochen gehabt. Aber es gibt Worte von Gott, die im Koran nicht vorkommen. Diese werden als die heilige Worte, also die Qudsi-Überlieferungen, bezeichnet. Das sind Gespräche und Aussagen von Gott, die direkt an den Propheten Moses oder Propheten Mohammed oder die anderen Fehlerfreien geliefert wurde. Das, was wir jetzt darüber sprechen werden, handelt sich um diese Qudsi-Überlieferungen, diese heilige, gesegnete Überlieferungen, die in dieser Wortwahl im Koran nicht vorkommen, auch wenn sinngemäß schon. Befarmait. حالا در این فرمایش خدای متعال چند نکته خیلی کلیدی وجود داره. میفرماید اهل طاعتی فی ضیافتی، اونهایی که عبادت و بندگی من رو میکنن، اونهایی که از من اطاعت و فرمانبرداری دارن، اونهایی که طاعات به جا میارن در مهمانی من هستن. برای خدای متعال دو گونه مهمانی وجود دارد، مهمانی هایی که در زمان خاص هست، در مکان خاص هست، و یک مهمانی که به طور مطلق هست. مثلا ماه رمضان ماه مهمانی خداست، اونایی که عبادت و بندگی می کنند در ماه رمضان در مهمانی خدا وارد شدند. دعیتم الی ضیافت الله، پیغمبر اکرم فرمودند به این ضیافت و مهمانی دعوت شدیم. خب برای ماه رمضان آداب، دستورات، دعا، مناجات، برنامه های خاص وارد شده. زمان محدود هست به ماه مبارک رمضان. یا مثلا حج و اعمال و مناسک حج، خب زمان خاص دارد، مکان خاص برای بعضی از اون مناسک و اعمال هست که افرادی که مشرف میشوند به مکه معظمه باید اون رو انجام بدن، اعمال رو، مهمانی خدا هستن. اما یک مهمانی است که مطلق هست، همیشگی است. اون مهمانی بستگی به خود ما دارد که وارد بر اون بشویم یا وارد بر اون نشویم. ورود به اون مهمانی اطاعت و بندگی خداست. هر موقعی که ما وارد عبادت، وارد اطاعت، وارد بر انجام مستحبات، واجبات و امثال اینها بشویم و طاعات انجام بدهیم، در مهمانی خدای متعال تونستیم وارد بشویم. In dieser Überlieferung, die jetzt kommen wird, werden einige sehr wichtige Sätze sein, die eigentlich Schlüsselsätze sind. Und zwar, diejenigen, die meine Dienerschaft annehmen und mir gehorchen, sind meine Gäste, haben wir vorhin erwähnt.
Gast Gottes zu sein, gibt es aber zweierlei Kategorie. Eine Kategorie ist abhängig von einer bestimmten Zeit oder Raum. Die andere ist eine dauerhafte. Zum Beispiel der Monat, heilige Monat Ramadan, wenn wir da, ist eine dieser Einladungen, wo wir Gast Gottes sind. Es ist für einen bestimmten Zeitraum mit bestimmten Vorschriften und Handlungsweisen. Oder die Pilgerfahrt nach Mekka, Hajj. Es ist für einen bestimmten Zeitraum an bestimmte Verhalten in diesem Zeremonie sind an bestimmte Orten entsprechend gebunden. Wir sind auch dort Gast Gottes. Aber eine Sorte ist eine Gast, eine Einladung, was wir Gast Gottes sind, die ist dauerhaft, aber die hängt von uns ab, ob wir diese Gastfreundschaft annehmen oder nicht. Und zwar in der Form der Gehorsam gegenüber Gottes, also die Erfüllung seiner Vorschriften und auch unter Umständen, also Gebete und solche Sachen, aber auch jene, die als empfohlene Handlungen, also Mustahab-Handlungen existieren. بفرمایید. هر مهمانی چند نکته درش ملاحظه می شود. یک میزبان، دو مهمان و سوم آداب ورود به مهمانی و چهارم کیفیت و کمیت پذیرایی. حالا میزبان در اینجا خدای متعال هست، مهمان عبد و بنده خدا هست. برای ورود به این مهمانی آدابی رو باید در نظر بگیریم، همونطوری که در مهمانی های متعارف ما آداب در نظر میگیریم. برای مجلس عقد و عروسی یه گونه لباس میپوشیم، برای مهمانی های عادی یه گونه دیگر. نوع پذیرایی ها هم با هم تفاوت میکنه. حالا در اینجا آدابی هست در این مهمانی و اون آداب اطاعت بندگی خدا از روی اخلاص، دور از ریا و دور از شرک، بدون عجب و خودپسندی و تکبر. آنگاه پذیرایی خدای متعال دیگه بستگی داره به اون کرمش. ما نباید برای او تعیین تکلیف کنیم. خدای ما حکیم است، عادل است، رؤوف و مهربان است به بنده هاش. پذیرایی خدای متعال در این مهمانی رو بگذاریم به عهده خود اون خدای خودمون و نحوه پذیرایی رو ما تعیین نکنیم. آنگاه نتیجه های خوبی میتونیم در این مهمانی داشته باشیم. Bei jeder Einladung gibt es einige Punkte zu beachten, nämlich erstens, es gibt einen Gastgeber, es gibt einen Gast, es gibt Vorschriften oder Zeremonien bezüglich der Art und Weise, wie ich zu dieser Einladung gehe, und natürlich die Qualität und Quantität des Bewirtung, der Bewirtung. Nun, der Gastgeber ist hier Gott, der Gast ist der Diener Gottes, wie Menschen, und um in diese Einladung einzutreten, gibt es bestimmte Vorschriften und Regelungen, so wie bei einer ganz normalen irdischen, also nicht religiösen Einladung es auch gibt. Zu einer Hochzeit gehen wir mit bestimmten Kleidungen und zu Vorschriften und mit einer ganz normalen Einladung wiederum zu einer anderen, mit anderer Art und Weise. Diese Einladung ist zu erreichen durch absolute Dienerschaft gegenüber Gott, Reinheit in der Intention, ohne Arroganz und Selbstsucht.
Gott ist weise, gerecht, großzügig. Um die Bewertung müssen wir uns nicht kümmern, haben wir uns nicht zu kümmern. Und wir sollten uns auch da nicht als Bedingung stellen, was die Bewertung sein soll. بفرمایید خواهش میکنم در ادامه میخوانیم و اهل و شکری فی زیادتی اونهایی که شکرانه نعم من رو دارند من بر اونها زیاد میکنم حالا این نعمتهایی رو که انسان شکرگزار هست در مقابل بلاها و سختیها انسان شکرگزاری میکنه در مقابل مصائب و مصیبتها شکرگزاری میکنه انواع و اقسام داره اما علی کل حال در قسمت نعمتهاش میفرماید اگر کسی شاکر بر نعمتهای من باشد من نعمتم رو بر او افزون میکنم In der Fortsetzung heißt es, wer mich dankt, dem werde ich bereichern. Das heißt, wenn der Mensch Dankbarkeit zeigt, wird Gott seine Gaben dem Menschen gegenüber erhöhen. Dieser Dank gibt es verschiedene Formen und Kategorien. Zum Beispiel, dass ich danke in Hinsicht bei Situationen, die besonders schwierig sind oder unheilvoll mir gegenüber treten. Dass ich dort einen Dank habe, wenn ich aus dem Problem herauskomme, beispielsweise. Es gibt verschiedene Art und Weisen. Und derjenige, der dankbar ist, dem werden meine Gaben ihm werde ich ihm besonders viel davon überreichen. بفرمایید. در ادامه میفرماید و اهل ذکری فی نعمتی اونهایی که یاد من هستن چه حالا ذکر زبانی داشته باشن چه ذکر فکری داشته باشن که در واقع یاد خدا هستن اینها رو میفرماید در نعمت من هستند در قرآن کریم به ما سفارش شده به یاد خدا باشید هر چقدر ما به یاد خدا بیشتر باشیم بهره برداری ما هم بیشتر خواهد بود فذکرونی اذکرکم قرآن میفرماید از قول خدای متعال به یاد من باشید تا من هم نعمت هامو براتون افزون کنم الا به ذکر الله تطمئن القلوب اصلا با یاد خدا بیایید دلهاتون و قلبهای خودتون رو محکم کنید وقتی با یاد خدا قلب مطمئن شد میفرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ای صاحب نفس مطمئنه برگرد به سوی پروردگارت در حالی که هم تو از خدا راضی هستی و هم خدا از تو راضی هست داخل شو در بندگان خاص من و داخل شو در بهشت من یعنی کسی که به یاد خدا باشد هم دنیای خودش رو آباد و تأمین می کند و هم آخرت خودش را In der Fortsetzung heißt es, in meinem Gedenken ist meine Gaben. Wenn jemand also viel Gott gedenkt, ob er einfach nur an Gott denkt oder über seine Zunge Gott gedenkt, diese Leute sehen in Gottes Gaben drin. Im Koran heißt es, gedenkt Gott. Und desto mehr wir an Gott denken, umso mehr können wir Ergebnis erzielen.
Koran sagt klipp und klar, ich erhöhe meine Gaben an euch. Oder an anderer Stelle heißt es, mit Gedenken an mir werden die Herzen stark. O ihr starke Seelen, ihr werdet zu mir heimkommen, während ihr von mir und Gott von euch zufrieden ist. Das bedeutet, dass dieses Gedenken, unser Diesseits, wie unser Jenseits, aufbauen lässt. Befarmait? Befarmait, wa ahlu ma'asiyati lo u'isuhum min rahmati. Az onjayi ke ma insanha do bu'di afaride shodim, ham bu'd aql ro darim, ham bu'd shahawat va nafs ammare dar vojood ma hast. احتمال این که ما آلوده به گناه و معصیت بشویم هم وجود داره، یعنی نفس اماره بر عقل غلبه پیدا کند، عقل شکست بخورد و ما آلوده به گناه بشویم. گناهانی رو هم که خدای ناکرده انسانها مرتکب می شوند، بعضی به عنوان گناه صغیره و کوچک است، بعضی به عنوان گناه کبیره و بزرگ. بعضی از اون گناهان کبیر عقاب دارد، عذاب دارد. بعضی از اونها در دنیا حد دارد، تعذیر دارد. انواع و اقسام گناهان هست. علی کل حال اگر کسی آلوده به گناه و معصیت شد، به بنبست رسیده است، راهی برای بازگشت ندارد، جواب این است که خیر، خدای متعال از آنجایی که بنده هاش رو خیلی دوست می‌دارد، راه بازگشت رو هم بر آنها قرار داده که به این راه بازگشت اصطلاحاً میگیم توبه، تا این که از رحمت خدای متعال بهره‌مند بشوند و مأیوس از رحمت حضرت حق نشوند. Und fortsetzend heißt es, und die Leute, die Sünder sind, sie dürfen nicht fern sein in der Hoffnungslosigkeit von meiner Gnade. Wir Menschen sind zweidimensional. Zum einen besitzen wir die Vernunft, zum anderen besitzen wir unsere Gelüste und Triebe. Das, was wir im Arabischen Nafsul Amara nennen. Es kann sein, dass diese Nafsul Amara, diese Triebe, uns, also unsere Vernunft, besiegen und wir uns versündigen. Manche Sünden sind kleine Sünden. Manche Sünden sind große Sünden. Für die großen Sünden gibt es Strafen im Jenseits, beziehungsweise auch manchmal Strafen im Diesseits. Es gibt also verschiedenste Arten von Sünden und entsprechende Bestrafungen dafür. Aber nun, wie ist das, wenn jemand zufälligerweise mit Sünden sich besudelt? Hat er überhaupt noch eine Möglichkeit zurückzukehren? Ja, er hat die Möglichkeit. Denn Gott liebt seine Geschöpfe. Deshalb ist die Möglichkeit zum Rückkehr zum Gott gegeben. Das ist das, was wir Reue, Tauba nennen. Und dies ist der Weg zum Zurückkehren. Und wir haben nicht hoffnungslos zu sein. Befarmaid, Frau Schmuckram? Farmudan, Ahle Ma'asiyat Manru, مأیوس از رحمت خودم نمی کنم، یعنی باید امیدوار به رحمت من باشد. امیر المؤمنین سلام الله علیه صاحب امشب می فرماید عجبت لمن یقنت و معه الاستغفار. من تعجب می کنم از افرادی که مأیوسند
در حالی که استغفار و طلب مغفرت از خدای متعال در کنار اینهاست و با اینهاست. یا در یک سخن دیگری می‌فرماید لا تیأس لذنبک و باب توبته مفتوح، از گناه و معصیتی که انجام داده ای نسبت به رحمت خدا مایوس نباش و حال این که درب توبه باز است. یا در مناجاتی که مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام دارن که در ماه شعبان ما این مناجات رو تلاوت میکنیم معمولا که معروف هست به مناجات شعبانیه، عرضه میدارد الهی خدای من یأس و نومیدی رو بر حسن ظنم به تو غلبه نمیدهم، امیدواریم را از بزرگواری و بخشش زیبای تو نمیبرم. دارن یاد ما میدن که مایوس از رحمت خدا نباشید. Die Leute, die Sünder sind, die werde ich nicht von meiner Gnade hoffnungslos stimmen. Das bedeutet, wir müssen immer hoffnungsvoll sein. Imam Ali, der Inhaber dieser Nacht, sagt ja, ich bin verwundert über die Menschen, die hoffnungslos sind, obwohl sie die Möglichkeit der Reue als Möglichkeit bei sich haben. Oder er sagt weiter auch, durch die Sünden und Frevel seid nicht hoffnungslos, denn der Tür der Reue ist immer offen. In dem innigen Bittgebet von Schabaniya, vom Monat Schaban, Monat Schabaniya, wird uns das beigebracht. Da heißt es an einer Stelle, O Gott, ich lasse nicht meine Hoffnungslosigkeit gegenüber deiner Großzügigkeit triumphieren. Der Farmait. مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه ای فرمودن خدایا و عرضه می دارد خدایا ما را از بارانت سیراب کن و از ناامیدان ما را قرار نده. منظور اینجا باران رحمت خداست که درخواست می کند خدایا باران رحمتت رو بر ما نازل کن و از ما مگیر و ما را از ناامیدان قرار نده. یا در نامه‌ای که به امام مجتبی علیه السلام فرزندشون داشتن، در اون نامه نوشتن بدان پسرم آن کسی که آسمان‌ها و زمین در دست اوست به تو اجازه دعا کردن داده و اجابت اون دعا را تضمین فرموده و ضمانت کرده، پس مبادا در تأخیر در اجابت دعا تو را ناامید گرداند. یعنی اگر دعات مستجاب نشد یا با تأخیر انجام شد تو ناامید از رحمت خدا نباش، زیرا اعطا به قدر نیت است. یعنی تفضلات الهی به اندازه دریافت اون عبد و بنده است. تا چقدر دریافتی داشته باشه، چقدر لیاقت داشته باشه، لذا از اجابت دعا ناامید و مایوس نباش. Der Fürst der Frommen, Amir al-Mu'minin, sagt: O Gott, lass den Regen deiner Gnade sättige uns mit dem Regen deiner Gnade und lasse uns nicht zu den Hoffnungslosen werden. Oder in einem Brief an seinen Sohn Imam Hassan sagt und schreibt er,
mein Sohn, wisse, die Toren des, derjenige, der Himmel, den Himmel in seiner Machtbereich hält oder in seiner Hand hält, hat dir das Erlaubnis gegeben, Dua zu machen, Bittgebet zu machen. Und er hat die Erfüllung garantiert. Lasse nicht den Zustand kommen, dass du hoffnungslos wärst, wenn eine Erfüllung sich verspätet. Die Erfüllungen sind sowieso abhängig von den Fähigkeit der Aufnahme der Personen. Der eine Person kann viel aufnehmen, der andere wenig. Wer farmeit? Maulamun Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib Salamullah alayhima در اونگاهی که حمد و ستایش خدا رو به جا میارن میفرماید ستایش خداوندی را که نه از رحمت او ناامیدم و نه از نعمت او بی بهره هستم و نه از آمرزش او مایوس. و این جملات خیلی امیدوار کننده است برای ما که شاگردان مکتب امیر المؤمنین علی علیه السلام هستیم. Der Fürst der Frommen, Amir al-Mu'minin, Ali, Sohn Abi Talibs, sagt in einer seiner Gebete und Bittgebete: O Gott, ich bin nicht hoffnungslos von deiner Gnade. Und ich bin nicht mittellos, was deine Gaben angeht. Und ich bin nicht hoffnungslos, was deine Vergebung angeht. Das sind die Lehre für seine Befolger, die Schiiten. Der Farmaid? Naumidi wa yas, anwa wa aqsami dore. Baz az oqat, naumidi surage insan miyad bekhatere mustajab nashodan duast و یا با تأخیر اجابت شدن. گاهی اوقات ناامیدی سراغ انسان میاد به این که خدا منو نمی بخشد از گناهی رو که مرتکب شدم. گاهی اوقات ناامیدی سراغ من میاد میگه من لیاقت دریافت این نعمت رو ندارم، پس خدا دیگه نعمت به من نمیده، مایوس میشه. گاهی اوقات در زندگی تلاش کرده، فعالیت کرده، اما ناموفق بوده و همین باعث میشه که دست از تلاش و فعالیت بکشد و ناامید در زندگی بشود. گاهی اقتصاد، تجارت داشته، به کسب و کار دست زده، چند تا شغلم شاید عوض کرده اما ناموفق بوده، همین باعث میشه که دست از تجارت و کسب و کار و فعالیت روزانه میکشه، میگه به چه درد میخوره فعالیت های من، ناامید میشه. گاهی عدم موفقیت در تحصیل، چند کلاسی درس میخواند، چند سبایی فعالیت تحصیلی میکنه اما چون موفق نمیشه ادامه تحصیل رو نمیدهد و دست از فراگیری علم باز میدارد و ناامید از یادگیری میشود. گاهی اوقات برای ازدواج طرف فعالیت میکنه، چند جا خواستگاری میره موفق نمیشه، یا خواستگار براش میاد ناموفق است، همین باعث میشه دست از ازدواج بکشه. تمام انواع و اقسام این ناامیدی ها و یأس ها که همه برمیگردد به این که نسبت به خدای متعال سوء ظن پیدا بکند، همه مذموم است و مردود. Yeah.
Die Hoffnungslosigkeiten, die die Menschen haben, haben verschiedene Art und Weisen oder sind auf verschiedenen Basis bedingt. Manchmal wird man hoffnungslos, weil man sein Bittgebet nicht in Erfüllung, sein Bittgebet nicht in Erfüllung sieht oder besonders lang sich hinauszögert. Manchmal ist man hoffnungslos, weil man sagt, Gott wird mich doch eh nicht vergeben. Manchmal ist man hoffnungslos, weil man der Meinung ist, man ist ja nicht würdig, dass Gott mir was gibt. Manchmal versucht man etwas und man schafft es, diese Sache nicht. Und dann hört man auf zu arbeiten. Zum Beispiel, derjenige versucht in wirtschaftlicher Hinsicht was zu tun oder versucht Verschiedenes und es wird und klappt nicht. Dann hört er und gibt auf. Manchmal versucht er was zu erlernen, geht im Unterricht, versucht es immer wieder und schafft nicht. Dann gibt er das Studium komplett auf und versucht nichts mehr zu lernen. Manchmal versucht jemand zu heiraten oder erwartet ein Bräutigam, aber er hat keinen Erfolg, dann gibt er komplett auf zu heiraten. Alle diese sind eine Form von Hoffnungslosigkeiten, die auf einen zukommen, die aber zum Misstrauen gegenüber Gott führen. Und das ist definitiv falsch. بفرمایید تمام این شرایطی که برای انسان در زندگی پیش میاد باید ناامید نباشه و افراد ناامید ناموفقن و افراد امیدوار موفق شخصی داریم به نام سکاکی 40 سال از عمرش گذشته بود تصمیم گرفت بره علم یاد بگیرد آمد نزد استاد استاد یه نگاهی به او کرد و سن و سال گفت تو دیگه سنی برات گذشته کار ازت نمیاد گفت نه من آمادگی برای فراگیری علم دارم استاد یه عبارتی یادش داد گفت برو اینو تمرین کن اگر تونستی این عبارت رو یاد بگیری حفظ کنی فردا برای من بیان کنی من تو رو به شاگردی قبول میکنم او هم پذیرفت عبارت این بود استاد گفت پوست سگ را اگر دباغی کنی پاک می شود این تمرین کرد فردا آمد به عکس گفت گفت سگ گفت اگر پوست استاد را دباغی کنید پاک می شود استاد خنده ای کرد و دست رد به سینه زد و او را ردش کرد اما این ناامید نبود مرتب در فکر بود تا این که نشسته بود دید یک مورچه‌ای از سنگ صافی داره بالا میره شمرد تا 40 بار این مورچه بالا رفت و افتاد پایین آخرالامر موفق شد به بالای این سنگ رسید با خودش گفت من کمتر از این مورچه نیستم و آمد و تحصیل کرد شاگردی کرد علم آموخ و خودش شد استاد یک فن در علم فصاحت و بلاغت و کتابی هم در این زمینه حتی نوشت لذا ما باید در هیچ نقطه ای از زندگی ناامید نباشیم چون اون کتاب اسمش شده متول در علم بلاغت و فصاحت و سخنوری Alle diese Bedingungen dürfen uns nicht hoffnungslos stimmen. Das ist einfach falsch. Es gab eine Person, Sakaki, du hast der? Bale. Eine Person namens Sakaki, der war schon ein bisschen älter und hat sich gedacht, ich fange an jetzt zu lernen. Ist zu einem Gelehrten gegangen und der Gelehrte hat ihn belächelt und meinte, was willst du in deinem Alter noch lernen? Du kannst das doch gar nicht mehr bringen. Dann hat er ihm einen Satz beigebracht und er sollte diesen Satz auswendig lernen und am nächsten Tag vorsagen. Wenn er das schafft, dann wird er ihn als Schüler akzeptieren.
Der Satz lautete: Wenn man die Haut einer Hund zu Leder verarbeitet, wird es rein. Er hat Folgendes am nächsten Tag gesagt. Der Hund sagt, wenn man die Haut des Gelehrten zu Leder verarbeitet, wird es rein. Natürlich hat der Gelehrte ihn dann nicht mehr akzeptiert. Dann hat er aber beobachtet, dass eine Ameise einen glatten Stein hochgehen wollte und hat beobachtet, dass sie immer wieder runterfällt. Insgesamt hat diese Ameise 40 Mal versucht und danach geschafft, diesen Stein hinaufzuklimmen. Er hat sich gesagt, ich bin doch nicht weniger als eine Ameise. Und hat doch studiert. Und er ist sogar selbst ein großer Gelehrter geworden und hat auch ein Buch. Und sein Buch heißt Mutawwel in Hinsicht der Sprachgewandtheit. بفرمایید خواهش میکنم ناامیدی یک اثراتی داره یک ثمراتی داره یکی از اثرهای ناامیدی دور شدن از رحمت خداست پیامبر با عظمت اسلام میفرماید گناهکار امیدوار به رحمت خدا به رحمت خدا از عابد ناامید به رحمت نزدیکتر است یعنی اگر یک کسی خدای ناکرده آلوده به گناه شد این به رحمت خدا نزدیکتر است از یک فردی که اهل عبادت هست اما گناه کرده و میگه خدا منو نمیبخشد این فرد گناهکار به رحمت خدا از اون عابد گناهکار ناامید به رحمت نزدیکتر است دومین چیزی که ناامید گیرش میاد و ثمره برای او میشود اینه که در اعمالش کوتاهی میکنه همت دیگه برای اعمال صالحه رو از دست میده فردی بی تفاوت میشه که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود یأس و ناامیدی از رحمت خدا باعث کوتاهی در اعمال صالحه می شود و سومین ثمره ای که میتونه داشته باشه ناامیدی از رحمت خدا اینه که انسان در جزء افراد کافر قرار می گیرد قرآن کریم از قول حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام خطاب فرزندانش می فرماید یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون پسرانم برید تفحص کنید راجع به یوسف و برادرش جستجو کنید از رحمت خدا مایوس نباشید چرا که اون کسانی که از رحمت خدا مایوسن کافر محسوب می شوند. Die Hoffnungslosigkeit hat auch seine entsprechende negative Wirkungen auf den Menschen. Zum einen, wer hoffnungslos ist, wird immer ferner von der Gnade Gottes. Der Prophet sagt diesbezüglich, eine schlechter Mensch, der Sünder ist, aber hoffnungsvoll auf Gott ist, ist mehr wert als eine betende Person, die vielleicht keine Hoffnung hat, dass Gott seine Sünden vergibt. Zweitens, wer hoffnungslos ist, hört auf zu kämpfen. Er tut nicht mehr so, wie er arbeiten soll. Und Imam Ali sagt, solche Personen verzichten auf gute Werke. Und drittens, Leute, die hoffnungslos sind, werden dem Kufr, die Leugnung, nahestehen und gehen da hinein. Denn der Koran zitiert
dem Propheten Jakob an einer Stelle: O ihr Söhne, geht und sucht und forscht über die Situation eures Bruders. Und seid nicht hoffnungslos, was göttliche Gnade angeht. Hoffnungslosigkeit bedeutet Leugnung. Also solche Leute werden als Leugner angesehen. Befarmait. چند دقیقه وقت دارم آجا؟ از آن درست 17 دقیقه دیگر هست. خب الحمدلله خدا را شد. شخصیست به نام عبدالله بزاز. میگه در مکه بودم. در حال طواف در مسجد الحرام به یکی از دوستانم برخورد کردم که او هم به مثل من با حمید ابن قحطبه رفیق بود. از او سوال کردم از حمید ابن قحطبه خبر داری؟ گفت اتفاقا در مکه است. گفتم من میخوام ببینمش، آدرسشو داد. ماه رمضان هم بود اتفاقا. میگه رفتم اونجا و حمید ابن قحطبه رو خونش رو پیدا کردم، درب رو زدم، تعارف کرد، وارد شدم. دیدم در ماه رمضان ظهر داره قضا میخوره. گفتم آیا مسافری هستی که قصد 10 روز نکرده ای تا بتونی روزه بخوری؟ گفت نه، من مدتی اینجا ساکن شدم و بیش از 10 روز هم هست موندم. گفتم آیا مریضی داری که غذا میخوری نتونی روزه بگیری؟ گفت نه، اتفاقا سالمم هستم. گفت بس چرا روزه میخوری؟ مگه نمیدونی حرامه و گناه؟ گفت ای آقا، من یه گناهی کردم که اگر هر چقدر روزه بگیرم نماز بخونم هیچ فایده ای به حال من ندارد. ناامید از رحمت خدا بود. میگه بهش گفتم مگر چه کردی؟ گفت بگذار نهار بخورم تا برات تعریف کنم. نهارشو خورد. گفت شبی در منزل بودم، فرستاده ی حاکم آمد در به منزل، گفت حاکم تو رو میطلبد. این وقت شب چیکار با من داره؟ رفتم گفتم سلامی و علیکی و جواب سلامی شنیدم، گفتم در خدمتم. گفت چقدر حاضری در راه ما فداکاری کنی؟ گفتم جانم، ناموسم، اموالم. گفت به درد من نمیخوره، برو. برگشتم، هنوز به درب منزل نرسیده مجددا فرستاده آمد، آقای حمید ابن قحطبه بله، حاکم تو رو میطلبد. برگشتم، سلامی کردم، جواب شنیدم، چقدر حاضری در راه ما فداکاری کنی و جان فشانی؟ گفتم جانم، مالم، ناموسم، آبرویم، اعتبارم، مقامم. و به درد من نمیخوره، برو. برگشتم، برای بار سوم فرستاده آمد. خیلی تعجب کردم، این وقت شب با من چه کار داره؟ برگشتم و سلام کردم، چقدر حاضری؟ گفتم جانم، مالم، ناموسم، حیثیتم، آبرو و طایفم، دینم. گفت همین آخری برا من مهمه. گفتم آمادم، دینمم میدم برا تو. شمشیری داد به دست من، گفت غلام با تو میاد، همراه این غلام باش، هر دستوری بهت داد اطاعت کن. گفتم چشم. آمدیم وارد یک منزلی شدیم که 3 تا حجره داشت. در وسط حیاط این منزل یک چاهی بود. درب حجره اول رو باز کرد، دیدم 20 نوجوان خوش سیما و خوش سیرت، همه از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها و از سادات. و اینا رو گردن بزن. یک یک 20 نفر رو گردن زدم و به اتفاق غلام درون اون چاه انداختیم. درب حجره دوم رو باز کرد، دیدم 20 جوان نورانی و اونها هم از سادات بودن. و اینا رو هم گردن بزن. اینها رو هم گردن زدم و به اتفاق اون غلام درون اون چاه وسط حیات انداختیم. درب حجره سوم رو باز کرد، دیدم 20 پیرمرد نورانی از زراری حضرت زهرا سلام الله علیها هستند. و گفت اینا رو هم گردن بزن. 19 تا رو گردن زدم.
خواستم 20 پیرمرد که 60 سید باشه گردن بزنم، یک سخنی با من گفت، فرمود آی حمید ابن قحطبه 59 سید رو کشتی، من رو هم میدانم میکشی، اما به من بگو ببینم فردای قیامت در محکمه عدل الهی چه جواب برا پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا داری؟ میگه من یه مرتبه یکی خوردم، گفتم اینو نمیکشم. غلام گفت مأمورم اگر نکشی تو رو بکشم، ولذا او یکی هم کشتم. حالا این روزه و نماز به چه درد من میخوره؟ من در یک شب 60 سید کشتم. میگه تا اینو گفتم به شدت ناراحت شدم و عبدالله بزاز میگه آمدم خدمت امام رضا علیه السلام و جریان رو نقل کردم. امام رضا علیه السلام یه جمله رو فرمود، همه رو گفتم مال این نکته، فرمودن یأس و نومیدی حمید ابن قحطبه از رحمت خدا گناهش از کشتن 60 سید در یک شب افزون تر است. Eine gewisse Abdullah ibn Abdullah Bazzaz ist in Mekka gewesen zu pilgern. Und er war bei der Umkreisung der Kaaba und hat dabei einen seiner Freunde getroffen. Hat von ihm über einen gemeinsamen Freund namens Hamid ibn Rahtaba nachgefragt. Der meinte, der ist auch hier in Mekka. Hat nach seiner Adresse gefragt und hat diese bekommen. Ist zu ihm gegangen, an der Haustür geklopft, er hat geöffnet und herzlich eingeladen. Es war aber Monat Ramadan und hat gesehen, der ist am Mittagessen. Er fragte, bist du etwa ein Reisender? Nein. Bist du denn etwa krank? Nein, Gott sei Dank, ich bin ganz gesund. Warum isst du Mittagessen? Du weißt doch, dass im Monat Ramadan das Essen verboten ist. Dann meinte, ach mein Lieber, ich habe eine Sünde begangen, egal wie viel ich bete und faste, ich werde nicht mehr vergeben. Ich erzähle es dir nach dem Essen. Nach dem Essen hat er die Geschichte erzählt. Eines Nachts hat der Regent, der Kalif, einen Gesandten an seine Haustür geschickt und ihn zu sich gebeten. Er ist zum Kalifen gekommen und der Kalif meinte zu ihm, sag mal, wie viel bist du bereit für mich zu opfern? Der meinte, mein Leben, mein ganzes Hab und Gut und meine Familie. Der meinte, das reicht mir nicht, geh zurück. Dann bin ich auf dem Weg nach Hause gewesen. Kurz bevor ich zu Hause ankam, ist der Gesandte wiedergekommen und hat gesagt, der Kalif möchte dich sprechen. Hab mich gewundert, ein zweites Mal. Dann hat er die gleiche Frage gestellt, wie viel willst du für mich opfern? Und er meinte, mein Leben, mein ganzes Hab und Gut, meine Familie, meine Ehre, meine Stamm, und auch meine Kredit an Unglaubwürdigkeit, die ich bei den Menschen habe. Er hat ihn wieder zurückgeschickt. Das reicht mir nicht. Wieder ein drittes Mal wurde er gerufen. Er hat sich total gewundert. Und wieder stellte er die Frage, was willst du? Und dann hat er wieder aufgezählt. Mein Leben, mein Hab und Gut, meine Familie, meine Ehre, meine Kredit bei den Leuten, meine Stamm. Alles bin ich zu opfern. Und meine Religion für dich würde ich opfern. Da meinte der Kalif, das Letzte, den wollte ich haben. Das will ich von dir haben. Er gab mir ein Schwert und sagte, geh mit diesem Diener. Jeder Befehl, was dieser Diener dir gibt, hast du auszuführen. Ohne Wenn und Aber. Er brachte mich in auf einen Hof. Da gab es drei Zimmer und einen Brunnen in der Mitte. Die erste Tür wurde geöffnet. Da waren 20 jugendliche Sayyids, Nachkommen des Propheten, drin.
Der Diener sagte, töte sie alle. Ich habe jede von den Einzelnen enthauptet. Und dann haben wir deren Leichen gemeinsam in den Brunnen geworfen. Dann haben wir den zweiten Tür geöffnet. Da waren zwei kleine Jugendliche und Kinder, auch Seils. Auch die habe ich auf seinen Befehl jeweils einzeln enthauptet, in den Brunnen geworfen. Dann kamen wir zum dritten Raum. Da waren auch 20 Seils drin, alte Männer. Ich habe 19 von denen enthauptet. Und als ich den 20. enthaupten wollte, meinte der 20. zu mir, ich habe eine Frage, du hast jetzt 59 Seils getötet. Und ich weiß, du wirst mich auch jetzt töten. Aber ich frage dich, was wirst du am Tage des Gerichts dem Propheten Fatima Zahra antworten, dass du deren Nachkommenschaft getötet hast? Daraufhin hat es mich erzittert. Ich habe darauf verzichtet, ihn zu töten. Aber der Diener sagte, ich bin aber verpflichtet, wenn du den einen am Leben lässt, einen einzigen am Leben lässt, dass ich dich selber töten muss. Daraufhin habe ich den 60. auch getötet. Abdullah Wazaz ist traurig aus seinem Haus gegangen und ging zu Imam Reza und hat die Geschichte bei Imam Reza erzählt. Imam Reza hat gesagt, seine Hoffnungslosigkeit ist eine viel größere Sünde als die Ermordung von diesen 60 Sayyids. Wer farmait? Schechter Regidiyar. Bale? شش دقیقه دیگر بله نتیجه بگیرم و اون این که حال که خدای متعال ما را از رحمت خودش مایوس نفرموده و از اون طرف در آیات و روایت ناامید مورد مذمت قرار گرفته پس بیاییم در این شب رحمت شب استجابت دعا و به احتمال شب قدر دست به دعا برداریم و در حق همدیگر دعا کنیم مخصوصا برای دفع و رفع همه بلاهای ارضی و سماوی اقدام کنیم و از خدای متعال بخواهیم که اینها از همه ما دفع و رفع بشود انشاءالله من شما رو دعا میکنم شما هم انشاءالله حقیر رو از دعای خودتون فراموش نفرمایید Ich will jetzt eine Fazit, eine Zusammenfassung machen. Wir haben festgestellt, dass Gott klar, der erhabene Gott klar gesagt hat, dass die Menschen nicht hoffnungslos bei mir sind. Außerdem haben wir in der Überlieferung ganz klar, dass die Hoffnungslosigkeit abzulehnen ist und das als sehr große Sünde zu bezeichnen ist. Daher würde ich jetzt vorschlagen, dass wir heute Abend in diese heilige Nacht, in der es in der Vermutung die Nacht der Macht Laylatul Qadr ist, dass wir für uns gegenseitig Bittgebet machen für die Beseitigung unserer weltlichen wie jenseitigen Probleme. Ich für euch und ihr für mich. Hopp, as janabe aye Hujjatul Islam wal Muslimin مدرسی بسیار متشکرم. Ich danke Ihnen, Herr Hujjatul Islam al-Muslimin, مدرسی. Vielen Dank, خیلی ممنون. من هم از زحمات شما حضرت آقای حاجی زاده و عزیزانی که دست در انگار این کار هستن تشکر ویژه دارم. اجر شما با مولای متقیان امیر المؤمنین علی علیه السلام همه تون رو به خدای متعال میسپارم. خدا نگهدار. Er dankt ebenfalls alle Beteiligten, die dieses Programm vorbereitet haben und verabschiedet sich. Khoda hafiz, auf Wiedersehen. Khoda hafiz. Khoda hafiz. Mamnun. Dankeschön. خب خواهران و برادران 3 دقیقه دیگر به اذان مغرب باقی است. من قبل از اینکه من به اصطلاح به برنامه افطار برسم عرض می کنم که ساعت 22:15 ما با برنامه منقبت خانی قرآن به سر و جای جوشن کبیر در خدمت شما هستیم و قسمت اول آن انشاءالله از مستقیم از حرم
حضرت علی ابن موسی رضا خواهد بود. Liebe Geschwister, bevor wir jetzt Richtung Azan gehen, möchte ich nochmal hinweisen, 22.15 Uhr werden wir heute Abend Tawa-Gesang und Koranbeschwörung haben, anschließend Dua Joshan al-Kabira. Wobei die erste Teil des Programms direkt, wenn alles klappt, von dem Schrein des Ali ibn Musa Reza, Imam Reza in Mashhad sein wird. وهو السميع البصير اللهم صل على حياتك على أسحار مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما لك وكذاك هر وقت ناامید از همه جا شدی بدون که کار درست میشه. حدیث داره به عزت و جلال خودم باشم که قطع میکنم امید بندهی که به غیر من امید داره. امیدمون اگه گوش دلمون به کسی باشی کار ما رو درست کنه، حدیث داره به عزت و جلال خودم قسم که حاجت تو رو نمیده. اگه گوش دل ما به جایی متوجهه که کسی کار ما رو درست کنه نمیشه. خدا 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 حي على الصلاة 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 ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذر وكبره تكبيرا
الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله
شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن علي كن علي في فجاه رقبتي من النار فيمن تمن علي، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب شهر رمضان، بسم الله النور
خواهران و برادران عزیز، روزهای شما قبول باشد. برنامه بعدی ما همونطور که اعلام کردیم ساعت 22:15 انشاءالله ما پخش قسمت اول از حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا. لیبه گشویستا، unser nächstes Programm ist um 22:15 und ich hoffe, dass ihr Fasten angenommen ist. Inshallah werden wir den Programm dann starten, zunächst erstmal von حرم امام رضا از مشهد تا ساعت 22:15 بدرود 22:15 افیدشان و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.